جلسه هشتم، قسمت اول، دستگاه نوا. رفتم در میخانه حبیبم، رفتم در میخانه طبیبم، خوردم دو سه پیمانه. الگوی دوم. با من سنما دل دل یک دل دل کن، با من سنما. در قسمت بعدی این ویدیو به بررسی یه تصنیف میپردازیم. برای این منظور لازمه که شما این دوتا الگو رو کامل کامل یاد گرفته باشید. جلسه هشتم، قسمت دوم. حالا میریم سراغ تصنیفی که داره پخش میشه. میخوایم بررسی کنیم ببینیم آیا در دستگاه نوا هست و یا خیر. تصنیفمون اینه. بریم کمی جلوتر، اونجایی که خواننده شروع میکنه. وسواس ها شروع میکنن به جواب دادن. پس دو سه کلمه آخر رو انتخاب میکنیم و الگو گذاری میکنیم. دو سه کلمه آخر چی بود؟ بی تو به سر نمیشود، بی تو به سر نمیشود، با من سنما. مثل اینکه جور در میاد. بی تو به سر نمی شود، رفتم در میخانه حبیبم، بی تو به سر نمی شود، با من سنما دل 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 یک دل کن، با من سنما نمی شود. بنابراین دستگاه نواست. حالا برای اینکه بهتر متوجه بشیم بگیم که چرا دستگاه چارگاه نیست. بعد بریم با الگوهای دستگاه چارگاه الگو گذاری کنیم. ببینیم اصلا میشه. بی تو به سر نمیشود، امشب چه شبیست شب مراد. میبینید یه جای دیگه داره حرکت میکنه. حنجره من جاش عوض میشه. گوش من نمیتونه قبول کنه. اگه بخوام این تصنیف امشب چه شبیست که یه تصنیف توی دستگاه چارگاهه رو اینجا جایگذاری کنم و بیارمش تو فضای نوا، اینجوری میشه. بی تو به سر نمیشود، امشب چه شبیست شب مراد است امشب همان نلی. یه تقلبی هم بدم، این آهنگی که همه ماها بلدیم، آهنگ آمنه تو دستگاه نواست. آمنه آمنه بی تو به سر نمی شود، رفتم در میخانه حبیبم آمنه. امیدوارم که دستگاه نوا رو یاد گرفته باشید. اگر سوالی داشتید توی بخش کامنت ها برام بنویسید.